سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. ویدیو قبلی منو دیدید و تو اون ویدیو اومدم بسترسازی انجام دادم و شروع کردم به پیوند زدن. حالا امروز میخوایم بررسی بکنیم و ببینیم چند درصد از این پیوندهایی که انجام دادیم و گرفته و الان باید چی کار کنیم. من تو این ویدیو میخوام در مورد این موضوع با هاتون صحبت بکنم و ویدیو بگیرم و اولا دمتون گرم بابت حمایتاتون، مرسی واقعا. همین که کامنت میذارید سعی میکنم جواب بدم و اگر سوالی دارید میرید دیر جواب میدم، سعی میکنم تو بهترین فرصت یا جوابشو بدم یا اینکه بتونم ویدیو براش تهیه بکنم. اینو گذاشتم تو اولویت کارهام و من روالم این به این شکل اگه میبینید بی احترامی نباشه، چون نمیخوام بی احترامی بکنم به شما دوستان بابت این موضوعی که من پیاماتون رو جواب نمیدم. خب حالا من الان میخوام برم دودی آماده بکنم. دودی آماده کردم، میریم سبخت کندو و اونجا نگاه میکنیم ببینیم چند درصد از پیوندمون گرفته و چی کار کنیم که پیوندمون درصد بیشتری رو قبول بکنه و زنبورها بیشتر ژل بریزن داخل اون سلولها و ملکه خوبی رو داشته باشیم. پس ادامه ویدیو رو با من همراه باشید و بریم. خب بچه ها، من خب در کندو رو باز بکنم. نه الان کلاه رو گذاشتم، نه دستکش رو، فقط چون دودی بهش بدم. ببینیم چند درصد پیوندی که زدیم قبول کرد. میبینید؟ خب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. از 12 تا ببینم، این یه دونه، این دوتا، این سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا. یعنی این هست، بذارید نه. خب من الان چی کار میکنم؟ اینا که خالیه رو که دارید میبینید اینا رو بر میدارم و دوباره میرم پیوند میزنم تا قبل از اینایی که سربسته بشه. فقط روزش رو من باید بدونم، اینو باید بدونم و چه روزیه. اون موقع باید قفس ملکه بذارم که ملکه در نیاد بیرون، حواسم باید باش. خب این خالیه، اینم خالیه، اینم خالیه. خالی ها رو ور میدارم دوباره پیوند میزنم. خب بریم ادامه ویدیو همراه باشیم. چرا 50% گرفته و اونجا با هاتون صحبت میکنم. خب بچه ها رفتیم بازرسی کردیم و دیدیم که تقریبا 50% پیوندی که زدیم گرفته. خب چرا پیوندمون 50% گرفته؟
من چی کار میتونستم بکنم که پیوندم خیلی بیشتر پذیرش داشت؟ ببین بچه، اگه میخواید پیوندتون پذیرش داشته باشه، باید بدونی ژل، جنس ژل از چیه. جنس ژل از پروتئینه. خب پس زنبور نیاز داره به پروتئین. هر چقدر پروتئین زنبور تأمین بشه، خب پذیرشمون خیلی بالاتر میره و باید پروتئین زنبور رو تأمین بکنیم. کیک گرده میتونیم بهش بدیم که من ندادم و خواستم بهتون بگم که شما باید این کار انجام بدید تا پذیرش پیوندتون خیلی بره بالا. پس من باید کیک بهش بدم. یا یه کار دیگه ای میتونیم انجام بدیم، اینه که بیایم به آب شربتی که به زنبورا میدیم یکم پروتئین بهش اضافه بکنیم. پروتئین منظورم چیه؟ یکم گرده گل که برداشت کردیم با آب شربت قاطی بکنیم، یکم دوز کمتریو که هم پروتئین و هم ویتامین های زنبور تأمین بشه و بتونه ژل بیشتری رو به سلول هایمون، به سلول هامون تزریق بشه و ملکه بزرگتر و پربارتر به وجود بیاد. پس من الان میام با آب شربت که همراه با گرده گل هست ترکیب میکنم و به این کندو میدم تا با همدیگه ببینیم و بررسی بکنیم که این پیوندمون چند درصد قبول شده. خب ویدیو رو همینجا نگه میدارم. دمتون گرم بابت حمایتاتون، مرسی. و من برم سراغ پیوند زدن و اینا رو پیوند بزنم، دوباره میارم به کندو میدم. همینجوری میریم جلو با امید خدا تا بتونیم یه پرورش ملکه خوب و یه ملکه رو با نژادهای عالی داشته باشیم. مرسی، دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی.